سلام علیکم و جمعه شب شما بخیر. مرحله نیمه نهایی آواز افغانستان است. از هر گروه دو اشتراک کننده باقی مانده و امشب با هم رقابت میکنن و یک هفته شما همتان عزیز رای میدین و تنها 4 اشتراک کننده هفته بعد بخیر باز به مرحله نهایی را پیدا میکنه. در ابتدا به افتخار یاوران برنامه عبیدجان جوینده، فرشته جان سما و قیز جان الفت. تشکر از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. اولین اشتراک کننده ای که روی استیج بزرگ آواز افغانستان اجرا میکنه نجیب شیرزاد از گروه قیز الفت است. واقعاً در این برنامه تا که آمدیم زیاد در زندگی تولاد رخ داده، در بیرون در بازار شهر که مردم مرا میبینه واقعاً تشویق میکنه و مرا همیشه خودشان میگه ما باید کمپاین میکنیم تا پیش بریم. شن راکت پشگو که پنچار ده مونتنا ورا که ما دسر یوهان پشتو زیاد زحمت کشیدیم، واقعاً تلاش زیادتر کردیم که تا بتونیم یک اجرای خوب داشته باشیم آهنگ پشتو را، و تلاش میکنیم که ان شاء الله در فاینال برسیم. تنمش پاد از بیداریم ممکن آورا به مزدگرده. به همکاری دوستا این رو واده میتونم که از به نمایندگی تیم ساز قیز الفت میتونم که این سال آواز افغانستان هم خودم بگیرم. شن راکت پشگو که پنچار ده ممکن آورا که کت پشگو که پنچار ده مونتنا ورا که مزدگار ده مونتنا ورا که مزدگار ده. خالد پس پین رخ سارا خورتا مونتنا ورا که مزدگار ده. خالد پس پین رخ سارا خورتا مونتنا ورا که مزدگار ده. چطور نظر نشی دستاش که خالونا مونتنا ورا که مزدگار ده. چطور نظر نشی دستاش که خالونا مونتنا ورا که مزدگار ده مونتنا ورا که مزدگار ده. شن راکت پشگو که پنچار ده تشکر. جیگه شمله ده جرشم نجیب خانه. مننه. چی یک آهنگ شاد، چی لباس های مقبول. اینه نجیب ثابت ساخت که ایده در هر قالب که پرتی جور می آیم. تشکر. قیز جان همه تدر به دقت و به مزه آهنگ گوش می کردین؟ حالا کیف کردیم. شما دوستان کیف کردین؟ واقعا نجیب جان خوب خواندی، اجرای آهنگت بسیار با انرژی بودن. البته پشتو را خواندی، بسیار آهنگ پشتوی زیبا را خواندی از داوود جان عنیفه.
پیش از او آهنگ ازارگیر خواند، غزل خواند. واقعا با افتخار از ایش از این معلوم میشه که نجیب اشتراک کننده است که یاورش سرش افتخار میکنه. واقعا از خاطر آواز افغانستان کس باشه که اینمی رقم هر رقم آهنگا را فرشته جان سما. بله نجیب جان اجرای بسیار مقبول کردن. قیس جان یاورشان یک آهنگ بسیار مقبول برشان انتخاب کرده بودن. واقعا که همیشه هم موفقانه آهنگا را بسیار زیبا انتخاب میکنن و کیفیت آهنگ، هوا، اجرا، ادا، از لباسش گرفته تا ادایش تا آوازش، امی در امی آهنگ هم و کیفیت هم طور جمع کرده بود. مرا خوشم آمد. تشکر. یعنی که نجیب امرای لباس و لونگی و همه گی در داخل آهنگ داخل شده بود. بله. در قلب آهنگ داخل شده بود. او بای جان جوینده؟ آه دیگه امی لونگی رو کارم. چه خصوصیات خوب داره آواز نجیب و اجرای نجیب از دید شما؟ امی لونگی رو کادم بپوش امی خواندن خودش میه سر به خود. نجیب جان واقعا آوازخان بسیار ظرفیت آوازش بسیار خوب است. سر آهنگ میتونه با نام خودش خوب اجرا کنه. بسیار مقبول اجرا کرد، بسیار با انرژی، اینم چیزی که ایجاب میکرد آهنگ. زیاد توجه نمیکنیم سر جزئیاتش، سر تلفظ و گپایشون. اما اگر از چیزا زیاد توجه نکنیم، خود اجراش بسیار خوب بود. تشکر. تبریک باشه. برنامه امشب با نظرات خوبی یاورا و خوب آغاز کردیم. یا آهنگ که اجرا کردی به دل خودت هم چنگ زد؟ البته که در خود دل خود آدم که چنگ نزن، در دل بیننده ها و یاورا چنگ نمیزن. یک گپ خبر داری نجیب که بعد از امشب یاور دیگه نمیتونه که اشتراک کننده را در برنامه حفظ کنه. اگر در هفته آینده علاقمنده خدای نخواسته جفا کردن و رأی ندادن، بازو وقت مثل دیشب یاورتان که قیزیان الفت از خودت در برنامه حفظ کردن نمیتونه، فکر میکنی که رأی بگیری در برنامه؟ در قدم اول ما از یاور خود تشکر میکنم که شب گذاشته ما را سیف کرد. بسیار زیاد تشکر. دیگه مردم عزیز خود سرشان باور دارم حتما رای میته به من. هفته قبلی و هفته که گذشت به من رای دادن، انشالله بازم رای بتن. تشکر میکنم از رایشان. انشالله آواز افغانستان نجیب الله شیرزاد است با یک تنوع دیگه. شما هم با یک تنوع دیگه رای بتین. با مینوی مسج موبایلتان برین 171.42 را به 86.6 ارسال کنین و از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 71.42 را فشار بتین و به نجیب شیرزاد حتما رای بتین. نجیب جان تشکر از خودت. دوست عزیز آغاز برنامه واقعا شنیدنی و جالب بود. در ادامه هم چیزهای بهتر از این داریم. وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. آی قدر گل میمانه تماشایی رای آی را رفتن نکای تاج سرگایی رای. عبدالحی امیری در مقایسه با احمد شای نوری. اینا این سبک مقبول اجرا میکنن و شاگرد من سبک خراسانی را مقبول اجرا میکنن. سوالتان جواب داده نشد فکر میکنم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز به صفحه یوتیوب ما youtube.com/deviceafghanistan. سر بزنین و با کوالتی بلند هر کجایی که زندگی میکنین برنامه دیدنی آواز افغانستان را تماشا کنین. و حالا اشتراک کننده ای که روی استیج می آید عبدالحی امیری از گروه عبیجان جوینده است. کمپاین زیاد کردیم با دوستا، بسیار جای رفتیم، همراهشان ششتیم و خیستیم به خاطر از اینکه ما سبکم یک سبک محلی است و توانستیم جلب توجه مردم شویم و مردم برای ما رای بدن. آی قدر گل میمانه تماشایی رای آی را رفتن نکای تاج سرگایی رای. البته در این هفته باز هم مثل سابق یک آهنگ محلی را که از میر مفتون است انتخاب کردیم
اطمینان دارم که با این آهنگ اگر در برنامه موندم علاقمند زیاد دارم و رای زیاد بیشتر برای خود پیدا کنم. آیا یار جان ببین من برنامه زیباوردمه؟ البته آمادگی خود 100% گرفته میره، اطمینان میتونم بر علاقمندایم که اگر مرا کمک و یاری بیشتر کنن انشاءالله برشان وعده میکنم که آواز افغانستان خودم شود. هواخواهای عبدالعی جان در تالار خو ماشاءالله بسیار زیاد است، در بین مردم هم خوشبختانه زیاد است. عبدالعی جان، در هفته گذشته عبدالعی بسیار زیاد به دلت اجرا کرده بود، آغاز هفته نوش چطور است؟ قسمی که شنیدین عبدالعی جان همیشه کلیگر غافلگیر می سازد با یه آواز بسیار زیبا و طبیعی خود. باور کنین که همیشه ما در تمرین زیاد دلخوری میکنیم. ما زیاد تشویش میداشم تا لحظه که اینا سر استیج بالا میشن. و عبدالحی در هر اجرای خود مرا واقعا متعجب میسازه که چقدر تفاوت میکنه با روز تمرین. تشکر از عبدالحی جان. او خودش نشان میده که آدم واقعا عشق میورزه با موسیقی و
زیاد آمادگی میگیره و زیاد توجه میده به حرفایی که برش گفته میشه و مشوره‌ای که ما برش میدیم. موفق باشی انشاءالله. تشکر. فرشته جان، آواز عبدالحی امیری از کدام نوع آواز است و امشب امی آهنگ محلی در قالب هنجره و آواز عبدالحی امیری چقدر جا افتاده بود از زیر شما؟ یک آواز خداداد واقعا بسیار طبیعی مقبول داره، مخصوص خصوصا در قسمت اجرای آهنگای محلی امی سبکای محترم میر مفتون و فیض کاریزی و غیره. امی سبک آهنگا را واقعا که بسیار مقبول میخوانن، مقبول اجرا کردن امروز و موسیقی هم امروز امی آهنگ نگفته نمانه که بی‌نهایت همکاری خوب کردن امی گروپ موسیقی ما، با افتخارشان کف بلند بزنیم. بسیار همطور آهنگ پرجوش و مقبول و همطور واقعا همطور زیبا اجرا کردن نواختن و اجرای شما بسیار مقبول بود. تشکر کردم. فرشته جان، حالا بحث محلی را شما آغاز کردین. بله. آیا احمد شای نوری گروه شما محلی ایراتی را خوب اجرا میکنه یا عبدالحی امیری گروه عبیجان جوینده؟ شما خودتان امیال گفتین احمد شای جان نوری آهنگای محلی ایراتی را ایراتی را خوب اجرا میکنن و اینا آهنگای شکل محلی پیشتر ما گفتم به می سبکای فیض کاریزی و هنرمند گرامی ما. سبکایشان فرق میکنه، محلی است اما فرق میکنه سبکای محلی هم. مشخص سوال ما این بود که عبدالحی یا احمد شای نوری؟ بله. خب اینا این سبک مقبول اجرا میکنن و شاگرد ما سبک خراسانی را مقبول اجرا میکنن. سوالتان جواب داده نشد فکر میکنم هنوزم. حالا اگر بگوین که موسیقی خراسانی با موسیقی محلی که عبدالحی جان اجرا کردن چه تفاوت داره؟ تفاوتش در اجرایش است، در هوایش است، در نوتشنها با یک هوای دیگه خونده میشه، فرق میکنه سرایش هوای موسیقی از حالتش کاملا فرق میکنه. این موسیقی تا او موسیقی محلی ما از لحاظ سرها، از لحاظ رازها و نیازها و پردای موسیقی، پردای هارمونیا که چطور اجرا میشه فرق بسیار بزرگی داره، ولی هر دوشان مقبول میخوانن. حالا چون رقابت هست و برنامه رقابتی است، شما چه نظر دارین؟ عبدالحی امیری در مقایسه با احمد شای نوری؟ شما کدامشان رو میگین؟ عبدالحی امیری یا احمد شای نوری؟ عبدالحی امیری. خب البته همین آهنگ اجرا بسیار خوب کردی، البته کرچی آهنگ کی آهنگ خواندن بسیار از نکات هست، مچم از دیوت هست بسیار بلند، البته زیادترین محلی خانا از این کرچای بلند هم بسیار میخوانن. رنگ آواز عبدالحی امیری به نگاه من خوبتر است و سرتر است، بسیار مزه خاص پیور محلی را دارن. و احمد شای نوری هم که هستک بسیار اشراکنده خوبه فرشته جان هستک، او باز بلکل امو سبک خراسانی را امو رقم از خورترکی شنیده امو رقم میخوانه. آواز عبدالحی امیری به گوش شما باشه، نوبت احمد شای جان نوری هم تا چند دقیقه دیگه به خیر میرسه. عبدالحی امیری خودت چی فکر میکنی؟ خودت خوب میخوانی یا تمام اشراکنندهای دیگه برنامه آواز افغانستان؟ البته به نظر ما هر کس سبک خاص خود داره، اگر غزل خوان است غزل خوب درست میخونه، محلی خوان که ما هستم آهنگ خود خوب درست میخونه. من گفته نمیتونم که ما خوب میخونم یا احمد شاه جان خراب میخونه، کل ما به سبک خود راضی هستیم و هر کس چین توان خود میخونه. که تو وقت شده که شانایت شور نداده باشی بیت خوانده تانسته باشی؟ البته این خو یک سوال شده، سوال از مردم است، در تویتر این سوال پرسیده بودن. البته این یک چیزی است که در وجود خودم است، البته میگه اما تو که نکنم اما احساس آهنگ سر من نمیاد، با می قسم میتونم که آهنگ خود درست اجرا کنم. بشک احساس که از طریق شانه میاد از عبدالحی امیری. خب رای بتین برای عبدالحی که زیاد در موردش صحبت هم کردیم، جرابس هم شد، خوبم میخونه.
به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.13.86 56 ارسال کنین. از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 7113 را فشار بتین و هر قدره که می دلک شما خواست به اشتراک کننده های مورد علاقیتان رای بتین. به دلت بود میلانه کود رای دهید؟ من به دلم بود. تشکری میکنم از مردم خود تا این مرحله رساندم. بازم به کمکشان ضرورت دارم، مرا تنها نگذارم. تشکر از همه شما. از خودت هم تشکر عبدالله جان. دوستای عزیز، نوبت اشتراک کننده بعدی ما رسیده. این اشتراک کننده هم واقعا خوب میخونه و یاورش سرش زیاد حساب میکنه. قبل از اینکه روی استیج دعوتش کنیم یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. احمد چای نوری، حالا تو یک بازی گوش شدی که گپ دوستت قبول میکنی و گپ یاورت که برات یک هفته پیش انتخاب کرده بود قبول نمیکنی؟ یعنی به این معنا که اگر یا رفتن پیش عبید جان جوینده مشوره گرفتن، اینا وقت خود ضایع کردن یا وقت عبید جان ضایع شدن؟ خوش آمدید دوباره و گلدن لایف در دل ما امروز جای داره. شمایی که تا هنوز امتحان نکردین با تمای مختلف گلدن لایف خود آشنا بسازین. با بازار عرضه شده، یک بار امتحانش 100% شرط است. تمای مختلف شستی تمه تمه مالته است. و حالا اشتراک کننده ای که روی استیج میه، قبل از وقفه زیاد جنجال به سرش میگفتن که آواز احمد چای نوری از عبدالحی امیری کده بهتر است. این حال روی سیج دعوتش میکنیم شما و یاورا یک جا قضاوت کنین. احمد چای نوری. کجا رفتی از بر چشمانم؟ کجا رفتی از بر چشمانم؟ خاطر خوشی که برای همان از این مرحله سه بود که سنفری جامعه کده ماهنگه که زمانی که به حساب استاد مار سیف کردن او لحظه ایج به خضیات من نمیره به خاطر خوشم برای ما هسته کرد میشم دوست دارم بم زینه و بمان. آهنگ یه هفته که انتخاب کردم یک آهنگ محلیه خورستانیه که بسیار یک آهنگ قدیمیه که موری انشاءالله انتخاب کردم که بخیر بخوام. سری با ما مدی تا در زیاد تشویق میکنم مر. از هر جایی که بریم زنگ میزنم، حتی از داخل افغانستان، خارج از افغانستان زیاد زنگ میزنم و آهنگ مر تایید میکنم و بریم من پیشنهادی هم که میدم میگم فقط تو خراسانی بخوان، محلی بخوان. لیلی 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 ترمایم خیلی لیلی 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 ترمایم خیلی لیلی چرا
بشکت شکرم جان زنده باش. خواه انال گپ فرشته جان سما را در ابتدا میشنید. آمد شا جان نوری مثل همیشه از دل میخونه و بر دل همگی میشینه صدایش. تشکر استاد. صدای بسیار بلند، صدای بسیار همطور میت زوپران، میت زوپران بگویم، زوپران بگویم، صدای بسیار بلند و سطح بسیار بلند داره و آهنگای خراسانی را که مثل همیشه خوب خوانده، خوب اجرا کرده و من امیام دلیلش بود که تا جایی که صلاحیت داشتم اینا را حفظ کردم، به خاطر که امی موسیقی سرزمین خود ما را که پیشترم گفتم موسیقی خراسانی هست، مقبول هست، محلی هست، حمایتشان کردم به خاطر که صدایشان زیباست و هنرمندانه میخوانن و مقبول خواندن، مقبول اجرا کردن. ما از این اضافه تر چیزی نمیگم، به سر خواندن، به کیف خواندن. تشکر استاد. فرشته جان، حالا شما که اینقدر طرفدار موسیقی خراسانی هستین، چرا سبک خود شما همیشه غزل است؟ نه، طرفدار هر قسم موسیقی ما هستم، هر قسم موسیقی که درست اجرا شوه، درست زیبا خوانده شوه. چی موسیقی مثلا خراسانی باشه، محلی باشه، غزل باشه، کلاسیک باشه، قوالی باشه، آهنگای مناجاتی باشه، هر قسم موسیقی جای خود داره در اجتماع، هر کدامش ضرورت است به جایش، به رقمش. آهنگای پاپ باشه، ولی هر کدامش که اگر درست حصولی مقبول اجرا میشه، واقعا که در ذهنیت همه ما و شما جای خود میگیره. اما قبل از وقفه را یاد فراموش نکردیم، احمدشاه نوری یا عبدالحی امیری؟ احمدشاه جان تشکر، این مقدر کار داشتیم. احمدشاه جان نوری. قیز جان الفت، وقت اجرای آهنگش بسیار خوب بود، خوب خواندی، سرا خوب بود، اجرای آهنگت خوب بود، انتخاب آهنگتون خوب بود، خوب اجرا کردی. استاد ببخشید، من کمپوز نوازنده‌ات به جریانم کمپوز دیگه شعری بود، باز من شعر اصلی از ایر پیدا کردم. این دفعه خود یک دوست خونجوگا باز باری از کار کردیم، فقط تقریبا 10 دقیقه شد که ما بالا می شدیم. از یه با 10 دقیقه پیش خواندن تا انتخاب کن. قز جان میکنم میشه دیگه 10 دقیقه پیش انتخاب کن که خوب میخوانی. 10 دقیقه فقط میشه که شعر ما خود مصطفی جان به بیرون گفتم شعر از این آهنگ کمپوز شعر از اینه. اما چای نوری، حالا توی قبازی گوش شدی که گپ دوستت قبول میکنی و گپ یاورت که برات یک هفته پیش انتخاب کرده بود قبول نمیکنی؟ چطور؟ من به یاور خود زیاد احترام دارم. خب آهنگ رو به یاور حالا خود تو خمیانه گفتی که من برای دوست خود شعر انتخاب کردم. نبودم استاد، ما نبودم سر تمرین آهنگار که وقتی که ما انتخاب کردیم استاد وی جان بیدن که من برینا گفتم یک نظر برشون بدون باز خود سر نخوردیم. خودت در گروه فرشته جان سما هستی و مشوره را از وی جان جوینده میگیری؟ استاد ما نبودم، استاد ما جایی بیدم کارتش هم نبودم، از وی جان نظر خواست. اقدر امچا جان نوری در انتخاب آهنگای خود مستعد است، خوب میخونه که واقعاش برتون بگویم زیاد به مشوره ضرورت نداره. امی آهنگ گذشته خودم خودش انتخاب کرده بود، این آهنگم خودش انتخاب کرده بود و من با امی اعتبار و اعتمادی که بالایشان دارم اینا را یک چهار روز تنها گذاشتم بدون بودن من اینا اینقدر زیبا اجرا کردن. یعنی به این معنا که اگر یا رفتن پیش عبید جان جوینده مشوره گرفتن، اینا وقت خود ضایع کردن یا وقت عبید جان ضایع شده؟ نه، هیچ کدامشان ضایع نشده، کار به جای بوده، هیچ کدام مشکل نیست، ولی ما بالای خودشان اعتماد دارم که اطمان آهنگ چیزی که اجرا میکنن، انتخاب میکنن چیز درستی بوده. تا به حال به مشوره هم دیگه یا تنها میبینن که قسم انتخاب کردن که تا بال در آخرین قسمت مرحله هستن، پس باید اعتماد به خود هنرمندم داشته باشیم ما شما. نه، در آخرین قسمت تغییرات آورد ولی شما رو در جریان نمانده؟ نه، من در جریان بودم، منتها من در چی نبودم، در تمرین نبودم، اما از طریق تلفن ما همیشه در جریان بودیم. تشکر فرشته جان. عبید جان، شما مسئولیت بسیار کلان سر شانه شماست که یک برنامه کلان مثل آواز افغانستان اشتراک کننده خودتان باقی مانده. چرا شما مصروف اشتراک کننده خود نیستین که زیاد همراه اشتراک کننده فرشته جان سما کمک میکنین؟ شما ماجراجویی میکنین؟ بارسلونا مرد دگیر فرشاجان نپرتین خیر اشتراک کننده شان سرمایه اعتماد میکنن، مشوره میخوان، ای به ایمان نیست که خدا نکرد یاور خود دست کم میگیرن. ما با کمال مایل چیزی که ما بفهمم حتما در خدمت شما میگذارم. زیاد وقت نیست، البته با افتخاری کار میکنم که گپ نیست،
بچه های بسیار مساعد هستن، واقعا من دوستشان دارم. حتی در وقت تمرین آدم کیف میکنم رای اشتراک کننده باشه. دیگه هیچ اصلا حرفی نیست، ما با کمال میل و تا جای ارتباط با صحبت های اجرای امروزتان میگیرم، اصلا حرف نداره. این اجرایتان واقعا سرا اینقدر دقیق و بجای بود که هیچ ما نمیتونیم که کدام حرف کم کاست بر شما بگیم. تشکر یاور عزیز. دوستای عزیزی که میخواین به احمد چای نوری رای بتین، 171.34 به 86.6 ارسال کنین و از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 7134 هر قدر که دلتان است رای بتین و موسیقی خراسانی ما را حمایت کنین. من تشکر میکنم از تمام عزیزانی که برای ما اسمس کردن، دیگه امیدوارم بازم برای ما رای بدن که انشاءالله باز به مرحله نهایی را پیدا کنیم. انشاءالله. تشکر از خودت. برنامه واقعا که جالب شده، در اوج شهرت و محبوبیت خود رسیده. امشب میفهمم که یک وقفه هم براتون زیاد مشکل است که از استیج آواز افغانستان دور شوین، ولی زود برمیگردیم. شعر یادم رفت شد، مثل اشتاکنده های دیگه برده دستت رشته میکردیم. گناه خودش نیست، مشکل حافظه است. تبله را که میزنه پس من باید بگیرم، باید متوجه نشدم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوستای عزیز، از طریق تلفن های موبایل ها میتونین که برنامه آواز افغانستان را ببینین، از طریق اپل استور اپلیکیشن آواز افغانستان را دانلود کنین و با کیفیت بسیار بالا برنامه آواز افغانستان را در تلفن های موبایلتان ببینین. و حالا لیلای برگی از گروه قیسجان الفت رو استیج می آین. ما بسیار خوش هستم و تشکری میکنم از مردم عزیز ما و همچنان از یاور عزیزم که بسیار مرا کمک کرده، بسیار از موسیقی درسای خوبی به من آموخته. دیگه امید دارم که باز هم تو روز درست پیش برم و چیزای زیادتر یاد بگیرم و یک هنرمند خوب برای کشور عزیز میشم. ما یک آهنگ از آرگی را انتخاب کردم، امید دارم که دوستای عزیز خوششان بیا. میگه مویای سیای خودکی چپکی شانه کدی، ما از مردم عزیز خود خواهش میکنم که برای ما ووت بتن، رای بتن تا ما باز پیش برم و مخصوصا از دختر خانمای عزیز و خانمای عزیز خواهش میکنم که برام رای بتن، مرا حمایت کنن تا بخیر باز بتونم که آواز افغانستان شو. اشتاکنده های دیگه برده دستت رشته میکردیم. گناه خودش نیست، مشکل حافظه است. تبله را که میزنه پس من باید بگیرم، هیچ متوجه نشدم.
یادم رفت. کاش قانون برنامه می بود که خودت دوباره اجرا می کردی. چرا شعر یادت رفت لیلا جان؟ نمی فهمم، خطا شدم. از کس خونه ترسیدید روی استیج؟ نه، ترس نخوردم، من مار خطاش. قیس جان؟ باید از شعر بیاد می داشته باشی، اگر مثل شتاکنده دیگه بار دادستت نشته می کدی خیر؟ استاد شعر یادم نرفته بودی، صدا بسیار پایین است، من ساز بود اونجا که تبله را که می زنم پس من باید بگیرم، من متوجه نشدم و اگر امو دا وقتی برنامه جیرنگ برنامه که من میخوندم یک دو دفعه سن شما سعی کردم سن اسپیکر ما اشاره دادم و ما شما خب ما اشاره را نفهمیدم، مقصد مشکلات مانیتورینگ اگه بوده باشه خونه از اینا نیست، لیکن به خاطر من شعر کل شیفت بودم استاد، شما یادتون است که در تمرین خوب خواندم. حالا قیس جان گفتن که مثل یک تعداد دیگه در دستتون نوشته میکردین، یعنی که از اشتراک کننده های فرشته جان و بایجان در دست خود شعر نوشته کرده بودن؟ بله، همه شان دیدیم که در دست شان نوشته کردن، یعنی که بعد گپ نیست، زیادترین وقت اینا قدر استرس می داشته باشن که سر استیج میرن، همون شعری که اینا در یاد خود داشتن اونو از یادشان میره، پس همین سن دست خود که سعی کردن این شعر است، پس بخونم، بسیار گپ آسان است. و بایجان شما قبول میکنین که اشتراک کننده شما شعر در دست خود نوشته میکنن؟ نکنن بهتر است، وزیس افز بکنن، چون یک آهنگ از طول یک هفته میتونن که حفظ بکنن، ما قصر حافظهشان حساب میکنیم که بتونن بگنجنن در حافظه خود، اما خب دفتا اینا وازیست که استراب دارن در سر استیج، بسیار گپ هست، مسئله مونیتورینگ است، مسئله موسیقی زنده است، تجربه کم از اینا، همشان دست به دست هم داده سبب استراب از اینا میشه، اما ما در صورتش طرفدار از این نیستم در دست خود نوت بکنن یا در چیزی نوت داشته باشن. ای شما کدام اشتراک کننده تیمتان این مشوره میتین که شیر آهنگ در دستتان نوشته کو، و یا شما واقعا یاور هستین و امرای تیمتان کار میکنین، چون شما داور نه بلکه یاور هستین و باید همکار اشتراک کننده هایتان باشین؟ یک اپا میخواستم که ما یادواری کنم، خب هیچ اینال به اجرای آهنگ اگه بسار همونطور صحیح گفت بزنیم، نه اجرای آهنگ شروع شد، مشکلات در کجا بود؟ تمرین نغمه موسیقی دیگه چیز بود، یکی در نغمه گرفتن چهار نغمه نواختن، در وقتی که بار دوم نغمه نواختن دو بار نواختن، اینا مشکلات لیلا جان هم کم زره که اینا در کنن، نه اینا او تجربه که یک آوازخوانی که 20 ساله در سر استیج داره او تجربه اینا ندارن، اینا باید از نوازنده هم کم زره که چیزی که پرکتیس شده باید از بنوازن، چیزی که پرکتیس شده همون چیزی بنوازن. خب یعنی گناه لیلا جان نبود؟ گناه لیلا تا اندازه بود، او قدر که حال فعلا سرش فشار آورده موقع نیست. گناه خودشان نیست. یک مشوره ما میخواییم بتون با لیلا جان ایست که زمانی که در قسمت شعر، یعنی در یک بیت یک مصرعش از پیشتان فراموش میشه یا اشتباه میشه یا کاملا از یادتان میره، او را شما مد نظر نگیرین که در گذشته چی شد، چند لحظه پیش چی شد، فراموش کنین، بعدیش فکر کنین که حالا که موسیقی نو شروع میشه در حالا ما چی رو بگویم، یا اگر هیچ یادتان نامد، یعنی باید او گذشته رو فراموش کنین، اجرای نو باید کنین، تازه باید شعر نو باید پرتین، دوباره اثر بخونین، اگر هیچ یادتان نبود امو چیزی که تکرار کردین، امو بیتی که تکرار کردین، امو انتره رو امو رو اثر بگوین، بهتر است از اینکه اشتباه لاجان ایج نیست. البته واضح است که خب اگر شما قبول میکنین که اشتباه از تیم موسیقی است، نه اصلا موسیقی نیست، من فقط میخواستم بگم دوباره اجرا کنن، اگر اشتباه مشکل حافظه شون است، مشکل تمرینی لیلا جان است، باز چاره نداریم. خب خیر است امیر، علی اگه اجرای دیگه میتیم، من گفتم که گناه خودش نیست، مشکل حافظه است، مشکل حافظه. من فکر میکنم مشکل استرس است، استرس استیج، امی استراب و استرس استیج که مرحله آخر است، واقعا این خودش یک هیجان داره. یک کف مکم دوباره اینا میخوانن. میخوانی دوباره؟ 100%. خب بگن که روال برنامه نیست و به این خاطر ما مجبور هستیم که کد رایدهی لیلا جان برگیره اعلام کنن و مردم از قضاوت شیر فراموش شدگیش برش رای بتن. لیلا جان اگر خودت کدام گفتنی داشته باشی از خودت میشنویم، در غیر ازو میگه اشعار برای از نرخ نه، نمیتونیم قانون شکنی کنیم در برنامه. من از تمام دوستای عزیز و یاورم تشکر میکنم،
که ما را حمایت کردن تا این مرحله رسیدیم. ای که شعر یادم رفت، ما گفتم مشکل از موسیقی هم بود، تنها گناه من نبود. بخاطر از امو من شعر حفظ بودم، اگر میخواییم یا لهم میخوانم. بخاطر از امو مورخطا شدم که نتانستم از تک زود بگیرمش و او هم موسیقی را استوب کرد. اما بازم مذرت میخواییم، امید دارم که هفته دیگه بیتارم خوب تر اجرا کنم. دوست عزیز، برای لیلای برگیر رای بتین 171.41 به 86.6 ارسال کنین و از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 7141 فشار بتین. انشالله که در هفته آینده طبق وعده لیلا جان شعر فراموشش نمیشه و بهترین اجرا را انشالله که به نمایش میگذاره. تشکر لیلا جان. حالا نوبت یک وقفه رسیده، میریم و زود برمیگردیم. چراغ آسمان نبینا سایه خوشی جان در انتره یکان قسمت ها آوازشان کاملاً به اوبایجان شباهت زیاد میداد. ای خودتان خواستین که تو باشه یا آواز خودتان است؟ چه قسم؟ من فکر میکردم خواهی یکان جای اوبایجان میخوند انتره. آواز ما با آواز استادم سر بخوره، ایجا افتخار از من موقع. دوباره خوش آمدید دوستای عزیز. تشکر از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. طعم های تازه گلدن لایف به بازار عرضه شده، حتما خریداری کنین. یعنی گازش هم خوبش است. و حالا اشتراک کننده ای که روی استیج می آید، فرهاد اشرت از گروه عبیدجان جوینده. من خب بازید از خدا هست، کسی ترسی ندارم، مگم هر دوش رقیب ما هستن. زمین از یک ما رقابت داریم و دوستای بسیار خوب هستیم. چراغ آسمان نبیم از مردم تقاضا دارم که برنامه رای بتن، چون من کسی هستم که در برنامه از تیم استاد جونده بر سبک خواندیم، غزل خواندیم، پاپ خواندیم، ریتمیک خواندیم، بر استایل خواندیم. اگر های نمه بار از رایت ما بالا قمنده و دوزداره آواز خود ایواده را میکنیم که انشالله این سال آواز افغانستان مخواد بزن. آسمان میبین سایه خوشی های جان پیش رایه، چراغ آسمان میبین سایه خوشی های جان پیش رایه. تو امشب ماه من نور سراسر، اگر آینه میبار از رایه وقتی با هم نتاد مقابل میشد، مشکل میشه دنیا با چشمشان کامل میشه، تنها ماندن چی مشکل میشه. مبارک مبارک یکی پیوند زیبا میشه مکر، مبارک مبارک دو تا دست و دو تا دل میشه با صبح وطن بود، جوان بود و رنگ یاسمن بود. نگفتی هیچ فهمیدم منم، نگفتی هیچ فهمیدم منم، با یک لبخند یک دنیا سخن بود.
با ای آهنگ خاطرات محفلای عروسی یک تعداد تازه کردی فراد اشرت. عبید جان آهنگی که خوب گلام کده بود ای هنوز هم گل کردگیست؟ گل گذاره؟ چطور بود؟ عالی بود، عالی بود. فراد جان اشرت بسیار زحمت میکشم، مطمئن هستم خودش آدم بسیار زحمتکش پشتکاری است. آهنگ انتخاب کرد، ما برش گفتمم که گفتم برنامه در مرحله رسیده که آهنگ را انتخاب بکن، آهنگ را انتخاب نکن که بگی باش که ما آهنگ یاورم انتخاب کنم که حتما خوب است. حتمی نیست، آهنگ را انتخاب بکن که با آواز خودت. و امروز ثابت ساخت که یه آدم هر آهنگ را که این بگیره قسم میخوانه که فقط آهنگ خودش باشه. نام خودت موفق باشی، انشالله من کاملا باور دارم به انتخاب خود و از مردمم کسی که موسیقی را دوست داره، واقعا قلبا موسیقی را دوست داره، آرزومند ازی هستم که برای شما برای جوانای بسیار مستعد رای بتن که بتونن برای یک دراز مدت آواز خوب شما را کیف بکنن. تشکر فرشته جان، زیاد حساب کرد فراد جان. فراد اشرت فراد جان زیبا اجرا کردن، آواز مقبول دارن. ما همیشه گفتیم که طرفدار کاپی خانی هستم، همیشه گفتیم که ولی با احساس و با شیوه کاری خود آدم اگر اجرا کنه بهتر است. اینا مقبول خواندن ولی در انتره یکان قسمت ها آوازشان کاملا به عبای جان شباهت زیاد میداد. ای خودتان خواستین کمتو باشه یا آواز خودتان است؟ چه قسم؟ من تو فکر میکردم خواهی یکان جای عبای جان میخواند انتره. در من این قسمه که خودم میخواستم اما قسم اجرا کردم دیگه. ای که افتخار است که آواز ما با آواز استادم سر بخوره، ای جا افتخار است بر ما واقعا. اونتا کوشش کنین که بار دیگر که میخوانین با احساس خود با آواز خود بیشتر بخوانین هر آهنگی که باشه. مثل که شایق جان میگفتیم که آهنگای احمدزایی رو میخوانی، کوشش کن که با آواز خود بخوانی. اونتا یک تقریبا نمتا چیزه ولی اجرای خوب کردین. خیز جان شما ایجگاه طرفدار تقلید آواز یک آوازخوان توسط آوازخوان دیگه نبودین. امروز شما اتو احساس هم کردین که گویا فراد اشرت آواز عبید جان جوینده را در اجرای امشب خود تقلید میکرد؟ والا ما فراد جان از نزدیکم شنیدیم آوازشان، همی رنگ آوازشان همی رقم است و یکان همی مزداری های استاد خدا پیکپ کرده که یک شاگرد باید از همی وقتی که میخوانه بو از استاد داشته باشه و خوب پیکپ کرده. اخلاص استاد خودم داره، رنگ آوازش کم زرگک داره، کم زرگک وقت زیاد نه و بسیار مزدار خواندی. البته آهنگ آسان هم نیستک، هم پور داره، هم سرای پایین داره، هم مزداری های داره دا آهنگ. کلش مقبول اجرا کردی، باید از دوستا به این شاهزاده رای بده، واقعا خوب میخوانم. فراد دو هفته خوره تا عبید جان جوینده در برنامه حفظ کرد، ولی در هفته آینده سر از امشب این صلاحیت ها یاور نداره. خب من کوشش میکنم بخیر که بعد از امیه اجرای امشب اگه فردا بخیر کمپاین شروع کنیم و دوستا برای ما وعده کردن که بخیر امشالله تنها نمیمونید. ما از مردم سمت شمال، از مردم قندوز و تخار بدخشان خواهش میکنم برای ما رای بتن. از سمت شمال یک نفر مونده، خدای نخواسته اگه هم بپره این یک نفر از سمت شمال مستحق است که امسال به مرحله نهایی را پیدا کنه. پس رای بتن به فراد اشرت به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.11 و 86.6 ارسال کنین و از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 71.11 فشار بتین و برای فراد اشرت رای بتین. فراد جان تشکر. تنها یک اشتراک کننده مانده و یک وقفی کوتاه هم مانده. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان.
دوباره خوش آمدین دوستان عزیز. اگر سوالی در مورد برنامه و یاوران ما دارین، بعد توییتر ما مراجعه کنین و سوالاتتون با ما در میان بگذارین. حالا آخرین اشتراک کننده برنامه امشب آواز افغانستان، بشیر احمد بهنام از گروه فرشتگان سما. به یه هفته آهنگ را که من انتخاب کردم از نصر جان پارسای، آهنگ آروم. سر از یه آهنگ زیاد باور دارم، میفهم که حتما یه آهنگ مردم دوست دارن، داریم رای میدن. رقابت هم رای تمام بچه ها دارم، از هیچ کسی راست ندارم، به سر خود زیاد حساب کنم. صرف و باور داشتم، من انشاءالله آرزو دارم که امسال آواز افغانستان می باشم.
یکی از آهنگای واقعا زیبا و مشکل امشب اجرا کرد آقای بهنام و فرشته جان. آهنگ زیبا و مشکل، همه چیز گفتین دیگه خودتان. آهنگ بسیار مقبول اجرا کردن، آهنگ نصر جان پارسا هنرمند بسیار خوب ما، با افتخارش یک کف بلند بزنین. نصر جان پارسا که دیگه در بین ما نیست، یادش همیشه گرامی بود. بشیر جان یا آهنگ اما تو از صدق دل اجرا کردن، به حد و به اندازه پرکیف بسر عالی اجرا کردن. واقعا در قسمت های در قسمت انتریش بسیار دی هم مشکل است، هم بلند است، هم بسیار احساس به کار است، اما چیزی که من میخواستم امور اجرا کردین. واقعا تبریک باشه، موفق باشین، مثل همیشه زیبا خواندین. امشب فرشته جان در آواز آقای بهنام یک درد و یک احساس کاملا جدا از شبای دیگر شما حس نکردین؟ بله واقعا همطور است. آهنگ به اندازه هنرمندانه اجرا کردن، با تمام لب و لواب و شیر و شکر و اما احساسی که ضرورت است قند و نواتش این همطور اجرا کردن. واقعا سازیت تشکر. بله قیز جان، انتخاب آهنگ واقعا خوب بود. خوب این نوخت های شب امت یک آهنگ بچه ها بودن راگ مقبول هم چارو کشی بسار نوازنده بسار خوب نوختشان هم ولی من از سرایشان راضی نبودم. امی آهنگ بسیار فلت خواندن، بسیار احساسشان کم بود به نگاه من. سرا بسیار در جا نمی خوردک. مشکلات کلان که خود داشتی، بریدینگ تکنیک، نفس گرفتنتان با آهنگ کم زده یک مشکل بودک. من خودتان می دیدم یکان جای از او خاطر سرا کم سر می شد که نفستان خلاص می شد. یک جمله رو در یک نفس می گفتین نمورا که اگر کوتاه‌تر می کردین خوبتر می شدک. اینی نظری من عبید جان، امی که هوایی کم نفسی زیاد شبراستین واقعیتش بگویم احساس نکردم. اون صدای زیبای مقبولی که دارن نگفتن امانه که رنگ آوازشان هم کوالیتیت آوازشان هم برای غزل هم تو بسیار فکس است، بسیار میخوانه که جای بجای است که اگر غزل اجرا میکنن بسیار بجای بسیار مقبول. یعنی که قیس جان کمسوری را احساس کردن شما نه؟ چرا قیز جان همیشه اشتراک کننده های گروه شما را ادعا میکنن که اینا کمسار اجرا میکنن؟ نه مشکلات نیست، من نزدیک مانوتور هستم، من میگم همونطور بسیار ساده میگیریم. خب من نزدیک مانوتور هستم، سرا را خوب صحیح میشنم و فعلا خیلی قبول کنین که سرا صحیح بوده. نه 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 سرا کمسار بوده بخاطر که مایک بسر پای بوده شاید کمسار شده باشه. من درک کردم نظر به تجربه شما ترس ما بر شما میکنه. محبت به شاگرد دارین، اگه محبت دارین که سرای شما اونا رو نمیتونه بشنوه. محبت خوش شما هم دارین به شاگردایتان، به همه شاگردایتان خوب یا خراب اگه میخوانه محبت زیاد دارین. آنه لیکن ما میگم قضاوت درست میکنم، اگه خراب میخوانن میگم خراب خواندن. صحیح محبت در جای میمونیم که محبت داره. راست میگم. اما صدای بسیار 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 اجرای مقبول، اجرای بسیار هم تو اجرای قواصر نبود. خیر است. خب خب سراره عبید جان، قیز جان گفتن که مشکلتان در تقسیمات نفس بود. آیا تقسیمات نفس تجربه کار داره یا تمرین؟ تمرین کار داره. در پولیش تجربه با تجربه می اکثرا آهنگایی که بسیار پیوسته است ساختار آهنگ، آوازخوان اگر تجربه می داشته باشه و خود به خود ناخودآگاه در کوچکترین وقفه که به دست میتونن که نفس خود بگیرن و در پولیش تمرین هم کار داره. یک آوازخوان به خاطر که نفس قوی داشته باشه باید بسیار پرهیزگار باشه، صحت خود خوب نگاه بکنه، دوش بتونه بکنه، سپورت ورزش یک پا بسیار کمک میکنه. اما در پولیش اونمو تکنیک به موقع و به فرصت درست نفس گرفتن او بسیار ضروری است. شما هر چقدر نفستان قوی باشه که به موقع نتونین استفاده بکنین نفس بگیرین بازم کم هوایی اتفاق میفته، چون کمسوری ها شما در مجموع یک آدم بسیار بسور هستین، آواز بسیار خوشرنگ و بسیار مقبول، بسیار آوازتان کمیاب است. من میره با اطمینان میگم بردن، فقط اینمی چیزکای خورد کوچک که برتان گفته میشه ایره انشالله سرش کار کنین موفق هستین.
اگر بجای عزیز احمد شب گذشته خودت حذف می شدی دلت چقدر درد می کرد؟ مشکل می احساس واقعی تا بشنه جگرخون می شدم من تو دیگه رای مردم به چیز گفته نمی تونست. خب آقای بهنام که شاگرد فتی علی خانه هستند که در هرات زندگی میکنه و یک آوازخوان واقعا خوب، یک کلاسیک خانه بسیار مطرح است، برو پیش خوب جای شاگردی میکنی، انشاءالله که موفق هستی. با حمایت فرشته جان در کنار و همه امرایت است. رای بتین برای آقای بهنام به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.32 به 86 56 سال کنین و از طریق 456 بعد از انتخاب زبان 71.32 را فشار بتین و برای آقای بهنام حتما رای بتین. خب من در آخر از تمام مردم عزیز خود تشکر میکنم که برایم رای دادن. اگر بازم میخواین که بروی استیج بزرگ آواز افغانستان از دل برای نابخانم پس برایم رای دادن به من میرسه. تشکر. سوزه تشکر آقای بهنام. دوستای عزیز به اشتراک کننده های مورد علاقه تون هر قدره که دلتان میخواه از یک سیم کارت رای بتین. یک هفته تا روز چهارشنبه وقت دارین. هر کسی را که شما انتخاب کنین به مرحله نهایی آواز افغانستان را پیدا میکنه. بیاین که یک بار با طریقه رایدهی شما را بیشتر آشنا بسازیم. طریقه رایدهی برنامه آواز افغانستان 456 را دایل نموده زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای رفتن به منوی آواز افغانستان کلید 7 سپس کلید 1 و برای رای دادن به اشتراک کننده مورد نظرتان کد رایدهی آنها را دایل نمایید. برای فرهاد اشرت در منوی مسیج موبایلتان 171.11 نوشته و به 8656 ارسال کنید. برای عبدالحی امیری در مینوی مسیج موبایلتان 171.13 نوشته و آن را به 8656 ارسال کنید. برای بشیر احمد بهنام در مینوی مسیج موبایلتان 171.32 نوشته و به 8656 ارسال کنید. برای احمد شاه نوری در مینوی مسیج موبایلتان 171.34 نوشته و به 8656 ارسال کنید. برای لیلا برگی در مینوی مسیج موبایلتان 171 نوشته و به 8656 ارسال کنید. برای نجیب الله شیرزاد در مینوی مسیج موبایلتان 171.42 نوشته و به 8656 ارسال کنید. نکته: خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و به 8656 از روشن، اتصالات، MTN، افغان تلکام و وصل تلکام پیام فرستاده می توانید. شما می توانید از یک سیم کارت به یک اشتراک کننده هر قدری که خواسته باشید رای ارسال نمایید و در خارج از افغانستان به شماره 0093-799-780-456 تماس گرفته و به اشتراک کننده دلخواهیتان رای بدهید. دوستای عزیز با طریقه رای دهی هم آشنا شدین، فراموش نکنین که حتما رای بتین و همچنان وبسایت آواز افغانستان هم فراموش نکنین. هر زمانی که دلکتان خواست برین و برنامه آواز افغانستان ببینین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.